بس که کار تیشه فرهاد رنگین آمده، هر کی بیند نقش او گوید که شیرین آمده. سلام و صبحتان بخیر. امیدوار هستم که صبح با دنیای از عشق و امید آرزو آغاز کرده باشین و عیدتان هم مبارک باد. و ما ایمل آصفی هستم در ویژه برنامه بامداد و روز نخست عید سعید فطر. برای همیتون از صمیم قلب تبریک میگم و شاید هم فکر بکنین که ایمل چطور امروز تنهاست. ما تنها نیستم، بلکه همکارای خیلی خوب و دوست‌داشتنی دیگر هم با ما هستن. مریم خرمی هم شاید چند لحظه بعد به خیر برسه، حسام فرزان هم کار خوب ما هستن و سمیر صدیقی را هم فراموش نکنین که امروز سمیر جان میره به گوشه های از شهر کابل و تا از آل و هوای هموطنان ما در گوشه های شهر زیبا، شهر دوست‌داشتنی، عشق و صفایی که در کابل هست ما را با خبر بسازه که هموطنان ما کجا میرن و امی لحظه کسایی که به خیر دیگه آمادگی میگیرن میرن به چند لحظه بعد به خیر به طرف نماز. و امروز ما بیشتر از 2 ساعت مهمان خانه هایتون هستیم. شما هم میتونین که پیامکایتونه، گپکایتونه و نظریاتتونه با ما شریک بسازین. صفحه فیسبوک برنامه بامداد در خدمتتون هسته و از امیل اعظم میشه که تلفونایتونه بردارین، به 8656 پیام ارسال بکنین و ما هم به شکل زیرنویس نشر میکنیم. امروز خوشتر از هر روز هستم به خاطر ازی که امروز 3 روز آتش بس است. امیدوار هستم که این آتش بس برای دائم در افغانستان باشه. مردم هم تشنه تشنه صلح و صفا و صمیمیت هستند. دیروز که خبرها را میشنیدیم، در سرخط خبرها اگر از هر هموطن ما میپرسیدیم میگفتن که ما خوش هستیم به خاطر که 3 روزیت با پدر، مادر، خواهر و برادر بخیر میریم به طرف میله. امیدوار هستم که همیشه و همیشه همونطور آتش بس باشه، صلح باشه، صفا باشه، صمیمیت باشه. پیش از این که بریم به طرف دیدن چند تصویر زیبا، یک تشکری ویژه هم میکنیم از تمام نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی افغانستان که امیل اعضا دور از فامیل هستند، دور از خانه و کاشانه، دور از مادرکا و برادرکای خود هستند، به خاطر تامین امنیت ما برآمدند تا ما آرامش داشته باشیم و آرامش بتونیم که برنامه را هم پیش ببریم. میریم به دیدن چند تصویر زیبا. پس از او با نخستین مهمان ما جناب پوپلزای صاحب خود برگشتیم و بیشتر صحبت ها را میخواییم با پوپلزای صاحب داشته باشیم. به همه هموطنانمان عید بر شما مبارک. هر جا که برنامه را تماشا میکنین در افغانستان و بیرون از افغانستان وقت شما بخیر. ما مریم خرمی با همکارم و با جمعی از همکاران ما امروز ویژه برنامه عیدی را تقدیم شما میکنیم. روز اول عید است و هنوز نماز خوانده نشده، اما ما تا ساعت 10 صبح با شما هستیم. بعد از نماز صبح، بعد از نماز عید هم هستیم با شما و قرار است که برنامه ویژه ای را تقدیم شما کنیم. ما را همراه باشین و با پیام ها و صحبت هایی که شما بر ما میتونین از طریق فیسبوک، از طریق 8656 بگذارین.
همطور که ایمل جانم برای شما گفت، اول خود سلام ایمل، صبح بخیر، لباسای نوت مبارک. امروز هم در آبندان بود مریم دیگه تا که رسید. نه امروز روز عید بود دیگه، حتی وقت نشد. من امروز مادرم دیشب زنگ زد گفت حتما دستایت خینه کنی، من گفتم حتما خینه میکنم که متاسفانه خینه ایش پیدا نشد، اما حتما امروز میرم خینه میکنم که یکی از رسمای ما همی است که در روز عید باید دستای ما خینه داشته باشه. عیدت مبارک ایمل، لباسای نوت مبارک باشن. از خودت هم مبارک باشه، لباسای روزه و نمازت قبول زنده باشه. و همونطور که ایمل جان با شما گفت، همکار ما آقای پوپلزای با ما هستن. سلام استاد، صبح بخیر، خوش آمدین، لباسایتون مبارک باشه، روزه و نمازتان قبول باشه. سلامت باشین. علیکم السلام و رحمت الله. سلام خدمت شما و بیننده های خوب تلویزیون و همکارای تکنیکی برنامه. الله تبارک و تعالی طاعت و عبادت ما و شما را قبول و مقبول بگردانه و عید را برای کافی امت اسلامی و بخصوص مردم شریف و نجیب افغانستان، اونایی که چی در داخل افغانستان هستند چی در خارج هستند، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدوار هستم که روزای خوش و خوش عید را به خوبی و خوشی دور از درد و رنج و غم سپری بکنن ان شاء الله در فضای صلح و امنیت ان شاء الله. و امید آرزوی ما هم ای از دمی سه روز با مو تمام آرامش زندگی خود بله کردیم. بله، بخاطر که طرف های درگیر هم قبول کردن، اما پیشنهاد حکومت افغانستانه که آتش بس بود، امیدوار هستیم که این آتش بس همیشه پا بر جا باشه و همطور هم همه جا قشنگ و قشنگتر باشه و او هم توسط صلح میتونه. چقدر خوب است ایمل جان، یک کتاب چقدر خوب است که ما سه روزی را که در فضای صلح زندگی خود را به پیش میبریم و آرامش را نصیب ما شده، اگر همین قسم ما ادامه بدیم و از این نعمت استفاده بکنیم، چون روز عید هست و یک تجدید هست، یک عهد و پیمان جدید و یک تجدید تازه در زندگی و همین قسم تجدید تازه در مفکوره های خود بکنیم و بیایم در کنار یک دیگر با فضای محبت و صمیمیت و هر چیزی که داریم به زبان حلش بسازیم، نه با زور تفنگ و مرمی و کشتار. بله دقیقاً. و این لبخند وقتی که در لب ما و مریم جان و جناب پوپلزای صاحب همکارای ما بودن، فکر بکنین که در لب هر هموطن ما امی است، به خاطر که امروز ما صلح داریم، ما آرامش داریم و پیام عید هم میشه گفت که امی است که کسایی که قهر هستیم باید هم آشتی بکنیم. بله بله دقیقا ایمل جان، عید فطر جشن یک ماهی کورس آموزشی هست که ما در اونجا درس دینی، اخلاقی، ایثار، فداکاری، تعاون، همدردی، اخوت، صلح، امنیت، وحدت، یک پارچگی را به اتمام رساندیم. در یک ماه مبارک رمضان ما تمرین کردیم که دیگر فرق بین من و تو نیست. ما این را تمرین کردیم که دیگر هیچ کسی به هیچ کسی برتری نداره جز به تقوا. فقیر و غنی و سیاه‌پوست و سفیدپوست و شرقی و غربی و با هر زبان و نژادی که هستن با هم یک جا با دیدن رؤیت هلال روزه گرفتن و با هم یک جا با دیدن رؤیت هلال افطار میکنیم و جشن عزیره میگیریم. ایده هست که فقر و بیچارگی را از بین میبره. بارها تاخت و تاسی سر اسلام میشه که اسلام گویا دین چلان هست و چطور هست، اما بیاین اگر ما اسلام را از خودش معرفی بکنیم و از خودش یاد بگیریم و خودش را درست درک بکنیم، میبینیم که اسلام دینی هست که علیه فقر، علیه جنگ، علیه فلان و فلان همه را از بین میبره. امروز ببینین ما قبولی طاعت ما، قبولی یک ماه روزه ما منوط و مشروط به چی هست؟ به ادای صدقه فطر هست. یک حدیثی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بله میفرماید که روزه در بین آسمان ها و زمین قرار میگیره و در پیشگاه خدا مورد قبولیت قرار نمیگیره تا ای که شخص زکات فطر خود را یا صدقه فطر خود را نپردازه. یعنی قبل از رفتن به نماز عید باید صدقه فطر پرداخته شود. چرا؟ بخاطر که هیچ فقیری در جامعه اسلامی باقی نمانه، هیچ تنگدستی باقی نمانه، هیچ کسی تشویش از این را نداشته باشه که اولاد ما چی بخوره. سر هر کدام ما کسی که واجب هست، فرض هست که باید صدقه فطر خود را پرداخت بکنه. حتی طفلی که در شب عید یا در صبح عید قبل از نماز عید تولد میشه، بالای از او هم صدقه فطر هست که باید باشه. از هر نفر
ساع صدقیه فطر یک ساع که خورد کم یک چارک به حساب وزن ما و شما میشه از گندم یا از خرما یا از جو هست. هر کی اگر توانمندی بیشتر داره میتونه که از خرما پرداخت بکنه، اگر کمی توانمندیش کمتر از تنگ دستر هست میشه که از گندم و از جو بله پرداخت بکنه. میتونن که هم مواد پرداخت بکنه، ولی که فقه حنفی امی هست که اگر پولش پرداخت شوه بهتر هست، به خاطر از اینکه میشه که فقرا به چیزهای دیگه هم نیاز داشته باشند، با پول میتونه هر نوع مشکل خود را حل بسازه. و قیمتی که امروز در بازار هست شاید یک سیر گندم یا یک سیر آرد 200 افغانی باشه و یک چارکش 50 افغانی، و بهتر هست به خاطر از اینکه چون صدقه هست و خیرات هست و کمک هست برای هموطن و برای فقیرها و بیچاره ها، امور معیار 60 افغانی را بگیریم. اگر کسی توان بالاتر داشت بالاتر، اگر نداشت کسی که مثلا جناب پوپرزه صبح کمتر از یک دقیقه وقت داریم، هموطنان ما بیشترشان یک تعدادشان بیرون از افغانستان هستند و اونا اینجا پول روان میکنن، آیا به می اندازه ای که ما فطری روزی خود میتیم به می اندازه یا به اما اندازه کنا باید اونجا بپرداز؟ خواه کسایی که در او شهر زندگی میکنن هر قیمتی که گندم در اونجا است اما قیمت را پرداخت بکنن. گندم یا خرما؟ نه پول، بله گندم یا خرما یا جو یا کشمش هست، اما پول را روان میکنن، او پول به این شهر فرستاده میشه. در اینجا اگر پول روان شود؟ بله اما پولی که در اونجا رایج هست. به طور مثال اگر یک کسی در امریکا زندگی میکنه، شما فرض بکنین که خورد کم یک چارک گندم در امریکا 5 دلار هست یا 2 دلار هست یا 3 دلار هست، اما 3 دلار را روان بکنن معادل ازیر برای فقرا و بیچاره ها باید داده شود افغانستان، چون معیار امو شهر است که زندگی صورت میگیره. خیلی هم سپاسگزار هستیم، روزای خوبه برای تارزو داریم، باز امیدت مبارک پیش باشه. تشکر برای شما هم تبریک میگم و یک تبریکی خاص هم برای نیروهای امنیتی و پلیس و اردو و امنیت و ترافیک که بیچاره زحمت میکشن و کار میکنن تبریک میگم. زنده باشید. بسیار تشکر. خب باید وقفه بگیریم، بعد از وقفه با همکارانمون باشین حسام جان در بخش دیگری از برنامه.